جایگزین جیمز و ازراق اومد، هم چند برابر بزرگتر و هم قدرتمندتر. سلام و ارادت که هستم و خیلی خوش اومدید به این ویدیو. توی این ویدیو قرار در مورد تلسکوپی صحبت بکنیم که توسط شرکت ناسا قرار ساخته بشه، جایگزین تلسکوپ جیمز وب کنونی بشه، تلسکوپ 24 میلیارد دلاری ناسا که قرار تو این ویدیو کامل در مورد صحبت بکنیم، ببینیم چقدر از جیمز وب قدرتمندتر و چه اهدافی قراره به فضا فرستاده بشه. این تلسکوپ که فعلا با نام لوول شناخته میشه، که مخفف لارج اولترا وایلت اپتیکال اینفرنت سرویر هستش، قرار توسط شرکت ناسا به فضا پرتاب بشه. تلسکوپی که وظیفه بررسی و کشف حیات توی سیارات اطراف ما رو داره. سیارات اطراف ما که میگم منظور مریخ و عطارد اینا نیست، منظور سیاراتیه که تو فاصله مثلا 50 سال نوری، 100 سال نوری و حتی 1000 سال نوری ما قرار داره. میشه سیارات اطراف ما میاد اونا رو کامل بررسی میکنه، ببینه اصلا امکان حیات داخل اونا وجود داره یا نه. تلسکوپ هابل وقتی که به فضا فرستاده شد، بلافاصله بعد از پرتابش پروژه ساخت تلسکوپی به نام تلسکوپ فضای جیمز وب مطرح شد که اون موقع تخمین زدن که هزینه ساختش 500 میلیون دلار و سال 2007 هم قراره پرتاب بشه. اون 500 میلیون دلار شد 10 میلیارد دلار و سال 2007 هم شد سال 2021 و توی سال 2021 با هزینه 10 میلیارد دلار تلسکوپ فضای جیمز به فضا فرستاده شد و حالا بلافاصله بعد از جیمز وب هم این تلسکوپ لوول داره ساخته میشه که هزینه حدود 24 میلیارد دلار رو واسش تخمین زدن، هزینه‌ای که خب قطعاً ناسا به تنهایی نمیتونه پرداخت بکنه، باید دولت آمریکا و کشورهای دیگه هم بیان به ناسا کمک بکنن تا این پول بتونه تهیه بکنه و این تلسکوپ ساخته بشه. این تلسکوپ دو تا طرح اولیه داره که واسه ساختش این دو تا طرح فعلا مطرح کردن. طرح یا پلن A یک آینه ای رو اینشون در وسط خودش داره که قطرش 15 متره که قطر اون تلسکوپ فضای جیمز وب، اون آینه زرد رنگه 6.5 متر بود و این شده 15 متر، یک حدود 2.5 برابر تلسکوپ فضای جیمز وب اون آینهش قطرش هست که هر چقدر این آینه بزرگتر باشه نورهای بیشتر از جاهای دورتر میتونه ببینه و بهتر اونا رو رصد بکنه. طراحی دوم یا پلن بی پلنیه که یه آینه 8 متری وسط خودش داره که میاد جایگزین تلسکوپ فضای جیمز وب میشه و همون کاری که جیمز وب میکرد و این میاد با قدرت خیلی بیشتری انجام میده. ولی اگه اون پلن A انجام بشه و آینه با قدرت 15 متر داشته باشه، میاد فقط و فقط سیارات اطراف ما رو بررسی میکنه، کامل میاد علائم حیات رو بررسی میکنه، دمای اون سیارات فاصله شون با ستاره خودش، یا حالا ستاره میتونه سیاه شاله باشه، کتوله قهوه‌ای قرمز باشه یا هر چیز دیگری، میاد فاصله شون رصد میکنه، دماشون رو پیدا میکنه و تخمین میزنه که آقا میتونه حیاتی اونجا وجود داشته باشه یا نه. اگه تا به اینجا که ویدیو واسهتون جالب بود و شما رو به حیرت آورد، خیلی خوشحالم میکنید کانال رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو هم لایک کنید و واسه دوستاتون بفرستید. این تلسکوپ به قدری قدرتمنده که میتونه عکسهایی با کیفیت فوق العاده بالا رو بگیره واسه زمین بفرسته و با توجه به قدرت خیلی زیادی که داره، دانشمندا ممکنه بهش بگن که آقا از فلان سیاه‌چاله و از فلان ستاره هم یه عکس بگیر واسه زمین بفرست. حالا اگه با آینه 15 متری رو ساخته بشه که احتمالش هم خب خیلی بیشتره که اینطوری ساخته بشه، این تلسکوپ میاد حتی بررسی میکنه که توی اون سیاره گیاه وجود داره یا نه و اگه گیاهی وجود داشته باشه یعنی حالا حیاتی هم داخل اونجا هست. حالا چجوری میاد این کار رو انجام میده؟ یعنی این قدرتمنده که میتونه سطح اون سیاره رو هم ببینه؟ نه، ولی میاد با توجه به جوی که اون سیاره داره و اون موادی که داخل جوش هست میاد بررسی میکنه که آقا گیاهی وجود داره یا نه. مثلا اگه مونوکسید کربن، دیوکسید کربن، اکسیژن و آب داخل جو این فلان سیاره وجود داشت، نشون میده که این سیاره گیاهی رو داخل خودش داره و حیات رو داخل خودش میبینه، حداقلش البته گیاهی که حالا میتونه این حیات بیشتر و بیشتر هم بشه. حالا این تلسکوپ 24 میلیارد دلاری ناسا کی قراره به فضا فرستاده بشه؟ بین سال 2030 تا 2040 که احتمالش همون اواخرش باشه، یعنی سال 2038-39 یا حتی تا سال 2040. حالا البته خب علم میتونه به قدری داره پیشرفت میکنه که امکانش هست حالا بگن سال 2030 این تلسکوپ داره فرستاده میشه به فضا، ولی همون تخمین زدن که سال 2038 اینا به فضا فرستاده بشه دیگه. حالا درس عبرتی شده واسه ناسا که خیلی زود تاریخ پرتابش مشخص نکنه، مثل جیمز وب که 2007 رو گفتن بعد 2021 پرتاب شد. این تلسکوپ بعد از اینکه به فضا فرستاده شد میره جایی قرار میگیره که الان جیمز وب اونجا حضور داره، یعنی نقطه L2 یا لاگرانس 2. اگه خیلی خلاصه بگم این نقطه چجور جاییه، جاییه که جاذبه زمین و خورشید همدیگه رو خنثی میکنن، یعنی اگه شما جسمی رو اونجا ول بکنی نه به طرف زمین کشیده میشه نه به طرف خورشید، اونجا ثابت میمونه که الان جیمز وب اونجا حضور داره
و این تلسکوپ لوور هم میره یه جایی شبیه به نقطه‌ای که جیمز اونجا قرار داره، حالا میتونه نقطه لاگرانس یک باشه، سه باشه و الی آخر. ناسا تا الان 30 تا سیاره رو مشخص کرده که بعد از اینکه این تلسکوپ به فضا فرستاده شد بیاد و دونه دونه اونا رو بررسی بکنه. فعلا البته اون سیاراتی که حالا توسط تلسکوپ‌های مختلف از جمله تلسکوپ فضایی کپلر کشف شدن، اینو داخل پنسل بازم بگم که کپلر تلسکوپی بود که فقط و فقط مثل همون لوور واسه کشف سیارات فرستاده شد و لوور هم داره یک همچین کاری رو میکنه، جایگزین اون میشه. البته خب انتظام مقایسهشون کار درستی نیست، خیلی با هم دیگه فرق داره، لوور قدرت خیلی خیلی زیادتری داره به نسبت به تلسکوپ فضای کپلر، ولی این کپلر هم سیارات خیلی شبیه به زمین رو کشف کرده، ولی خب چون قدرتش رو نداشته نتونسته کامل اونا رو بررسی بکنه و خب جای خودش رو داده به تلسکوپ لوور که قراره بره و اونا رو کامل کامل بررسی بکنه. یک چیزی حدود 30 تا سیاره که میاد دونه دونه بررسی میکنه، علائم حیاتشون رو پیدا میکنه. حالا فعلا تا اینجا جیمز وب هم خب کلی الان سیاره کشف کرده که خب به تعدادشون قطعا اضافه میشه اون 30 تایی که گفتم، و میاد اون تلسکوپ لوور اونا رو بررسی میکنه و اگه حیاتی پیدا نکرد دیگه میشه گفت کم کم باید ناامید بشیم که دیگه حیاتی توی این کیهان به غیر از ما وجود نداره، که کلا دو تا نظریه وجود داره، این که حیاتی وجود داره یا اینکه وجود نداره و ما اینجا تنهاییم، که خب جفتش هم هیجان انگیزه هم تا یه حدی هم خیلی ترسناکه. تلسکوپ لوور قطعا دریچه جدید رو به روی انسان ها باز میکنه، اکتشافاتش میتونه انسان ها رو قدم به قدم با کشف این کیهان اسرارآمیز نزدیکتر بکنه. حتی این تلسکوپ میاد قمرها و ماه، حالا کلمه عربی نگیم، ماهای مشتری و زحل رو هم میاد بررسی میکنه که ببینه روی سطحشون داره چه اتفاقاتی میفته. همین این از همه چیز در مورد تلسکوپ لوور. اگه اطلاعات جدیدی هم بود حتما میام در موردش ویدیو میسازم. اگه ویدیو واسهتون جالب بود خیلی خوشحالم که کانال رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو هم لایک کنید، نظرتون هم حتما حتما داخل کامنت بنویسید، واسه دوستاتون هم بفرستید. تا ویدیو بعدی مرسی، خدا نگهدار.